Welcome to Barber Paz. خب دوستان عزیز من این مرغ رو میخوام نصف کنم و مارینیتش کنم برای ناندوس چیکن یا مرغ به صورت ناندوس. با چاقو اینجا رو خیلی راحت بال رو نوکش رو البته کندم، بعد این یکی هم میکنم، پشت مرغ رو اینجوری میارم اینجا و از این قسمت بفرمایید به این صورت خواهد شد. حالا اینو تمیز میشورم، اینو تاشخالای توش رو در میارم، آماده میکنم برای مارینید. این مرغ دیگه هم به همین صورت قاچ شد، شسته شد، تمام این در واقع چیزایی که خوب زیاد خوب نبودن گرفته شد اینجوری. الان این رو باید من مارینید کنم. بریم سراغ مواد اولیه مارینید. خب اینجا من دو تا فلفل دلمه‌ای دارم، دو تا لیمو دارم، یه بوته سیر دارم، دو تا پیاز، سه تا گرجه، یه فلفل تند، یه خورده زنجبیل. این سه تا فلفل هست، درجه تندیش دو هست، در واقع اگر این چهار باشه این دو هست. این جعفری هست، این سرکه سیب هست و اینم روغن زیتون اصل به اضافه نمک میاد توی این. حالا همه اینا رو باید بریزم توی میکسر که خورد کنه و مثل آبش کنه در هر صورت. خب همه این مواد من داخل این مخلوط کن میریزم و شروع میکنم مخلوط کردن. این جعفری رو من اول میریزم، این دوتا زنجبیل بود، این دوتا پیاز هست، این سیر هست، این آب لیمو هست، فلفل دلمه ای. اینا رو یه کمی حل میکنم که باقی ماندهش رو بریزم داخلش. این قسمت اولش به این صورت شد. حالا بقیه چیزا رو میریزم. البته فکر میکنم که مجبور بشم یه لیوان آب، البته آب داره ولی من خواستم که نریزم، اما باید ریخته بشه تا این قشنگ مخلوط بشه. صد گرم رب گرجه فرنگی بعد این دوتا لیمویی که ریختم پوستش رو اینم گرفتم که باید بریزم. سه قاشق غذاخوری سرکه اضافه میکنم بهش. پنج قاشق روغن زیتون میریزم. یک، دو، سه، چهار، پنج. همه این مواد که در واقع با میکسر یا بلندر مخلوط شد یه محصولی مثل این به دست اومد. البته من آب این رو گرفتم اینجاست. این آب رو من استفاده میکنم برای اون سوسی که میخوام درست کنم که بعد از پخته شدن مرغ میتونیم با این سوس بخوریم. این مرحله دیگه داره. خب الان این سس رو برای مارینید میخوام استفاده کنم. الان زمانی است که بچشم ببینم که تندیش چجور هست، نمکش چجور هست، ترشیش چجور هست. همه اینا رو یک بار دیگه امتحان میکنی و اگر کم بود اضافه میکنی بهش. یک قاشق غذاخوری نمک بهش اضافه میکنم، یک قاشق چای خوری این کرش چیلی خیلی هم تند هست اضافه میکنم، آب یک دونه لیمو رو میچکنم،
یه کمی چشیدم الان خیلی خوشمزه شده. الان باز مرغ رو اینا رو بریزم روی مرغ و بذارم تا مارینیت بشه. بهترش هم این هست که حداقلش 12 ساعت تو یخچال بمونه که یک چیز بهتون بده که عمرن نخوردیم. این هم مارینیت کردنش که میذاریم اینجا و از این سوسا میریم روش تا اینکه بره به جسمش. خب به این صورت درش بسته میشه و میره توی یخچال تا فردا که بخواد پخته بشه. فردا قبل از که بخوای بپزی شروع میکنیم در واقعیت سسش رو هم پختن و آماده کردن. سس شد این شیشه که میشه توی یخچال نگرش داشت و استفاده کرد. اینم برای امروز هست که طرز استفادهش رو موقع پختن مرغ بهتون نشون میدم. یکی از طرز استفادهش این هست که مرغ رو شما مثل سس میزنی توی این میخوری. یکی دیگرش هم این هست که این رو با یک کمی روغن قاطی میکنی و مرغ موقع که برشته شد این رو، یعنی در واقع مرغ موقع که یک کمی پخته شد این سس رو میکشی روش با بروس میذاری که سرخ بشه. که حالا من این کار حتما خواهم انجام خواهم داد و بهتون نشون خواهم داد. خب الان زمانی هست که بایستی من این مرغا رو به حالت پخته شدن نه کامل بذارم توی فر، بعدش بیارم بیرون و با اون سس پری پری که درست کردم این رو چربش کنم بذارم سرخ بشه. مرحله اول با درجه حرارت 200-300 درجه، بستگی به خودتون داره، بستگی به چه زمان میخواین استفاده کنین، اینجوری اینو میبندین و میذارین پخته بشه. خب الان این آماده شد، میذارم توی فر با درجه 300 درجه من میذارم، میخوام سوپ پخته بشه که در بیارم. تقریبا نیم ساعت طول میکشه. خب دوستان پختن مرحله اولیه تموم شد و حالا من بازش میکنم تا بهتون نشون بدم. ببینید اینها رو کنار بذاریم. این کاملا پخته، یه توجهی به اینجا بکنید. بعد از 30 دقیقه که این مرغ ها داخل فر با درجه حرارت 300 درجه نیم ساعت پختن آوردم بیرون و ببینید الان از در خوردن الان آماده هست، فقط بایستی برشته بشه و سس بهش داده بشه. توی خود ناندوز هم تا این مرحله همه مرغا یه مدل ادویه داره. از این به بعد هست که مزه‌اش فرق میکنه. یعنی شما به فرض لیمویی میخواید خیلی تون میخواید یا سس پری پری میخواید، این چیز هست. این یه طرف مرغا هست که از این سس زده شد. حالا روی دیگرش رو هم میزنم تا ببینید که چجوری میشه. خب دوستان هر دو طرف این مرغا سس زده شد و الان بایستی بره توی آون و توی فر در حدود 5 دقیقه، این طرفش 5 دقیقه اون طرفش، کافی هست و آماده هست. خب دوستان غذای امروز آماده هست. این مرغ به سبک ناندوز و این هم سس ناندوز با طعم لیمو. درجه تندیش هم تقریبا متوسط هست. و این هم چیپسایی که تازه درست شده. یک غذای کاملی که شما برید ناندوز این رو بهتون ارائه میدن. البته خب کلی هم پول ازتون میگیرن. امیدوارم که شما از طرز تهیه این مرغایی که به صورت ناندوز درست شد لذت برده باشین. همچنین طرز تهیه سس، البته سس رو باز در یک مرحله دیگه به صورت کامل دوست مدلش رو درست بکنم و بذارم توی بابا پز. نوش جان همتون.